نظامی دین میساقی متخصص بیهوشی همراه ما هستند از آریزونا آقای میساقی اول بپردازیم به این موضوع که یک همچین گرمایی که ما الان در شهرهای مختلف ایران شاهدش هستیم چه تغییراتی در بدن انسان ایجاد میکنه بله سپاسگزارم از دعوت شما گرمازدگی میتونه یک اورژانس پزشکی باشه اگر که رسیدگی بهش نشه میتونه حتی بالای 60 درصد باعث مرگ و میر بشه در کسانی که قربانی گرمازدگی هستند و افرادی هستند که بیشتر در معرضش میتونن قرار بگیرن نسبت به دیگران مثل بزرگسالان مسن مثل نوزادان کودکان خانم باردار و همینطور افرادی که بیماری های دارند و به طور خاص کارگرانی که مجبور هستند در فضای باز فعالیت بکنن و تغییراتی که در بدن شما فرمودید خیلی مهم هست اول از اینکه درجه حرارت بدن میتونه به چهل درجه خودش برسه در حالی که به حالت عادی باید سی و هفت درجه باشه و خارج از اون میتونه پوست این افراد برافروخته باشه اینها ممکنه که حالت گیجی تغییر وضعیت ذهنی یا رفتاری از خودشون نشون بدن بیقراری از خودشون نشون بدن و ممکن هست که تحریک پذیرتر بشن هزیان بگن و یا حتی به تشنج و کما ببتلا طلا بشن خارج از این از نظر تنفسی هم ممکنه که مقدار تنفسشون به صورت کم عمق و پی در پی و سریع بشه زربان قلبشون بالا بره و در شرایط بدتر ممکن هست که به نارسایی کلیه و کبد هم انجام آقای میساقی توی خبرها داشتیم که اشعه فرابنفش در ایران در شنبه و یک شنبه به حد زیاد قرار افزایش پیدا بکنه این موضوع چه خطراتی داره و شهروندا چه کاری میتونن بکنن برای اینکه از خودشون محافظت بکنن بله خیلی شرایط سختی هست واقعا برای کسانی که در معرضش هستن مخصوصا کسانی که در بیرون قرار کار بکنن یا کسانی که بیرون کاری دارن ولی معمولا بیرون نیستن کاری که میشه کرد اینه که حتی المقدور افراد باید در فضایی باشند که در اونجا تهویه مطبوع وجود داشته باشه یا کولر کار بکنه در حد کلان باید فضاهای امنی ایجاد بشه که فضاهای خنک باشه که کسانی که بذات ندارن و دسترسی ندارن به چنین جاهایی بتونن در اونجاها قرار بگیرن اشعه فرابنفش خیلی مشکلات زیادی داره ما به سرطان پوست خیلی فکر میکنیم ولی خارج از این وقتی که با گرما هم راه باشه خب مشکلات گرمازدگی هم با اون پیش میاد خیلی وقتها کسانی که قرار بیرون کار بکنن بهتر هست که برنامه کاریشون رو عوض بکنن ساعتهای خیلی صبح زود شروع بکنن و سعی کنن زودتر تمام بکنن که انقدر در معرض بدترین ساعتی نباشن که اشعه ما برای بنفش خیلی زیادتر هست که معمولا از ظهر به بعد اتفاق میفته و همینطور لباس های سباک و گشاد بپوشن و سعی بکنن که آب و مایات زیادی رو مصرف بکنن و دریغ نکنن از اینکه یه وقت بدنشون از نظر نمک هم عقب نیفته این هست که آجیل چیزایی که شور هست اینها رو هم باید همزمان با آب بنوشن که فقط با آب سعی نکنن تعریق خودشون رو جبران بکنه نظام دین میساقی ممنون از حضورتون در این گفتگو